سلام آقای اطرینی، وقتتون بخیر و خوش آمدید. سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هست. خیلی متشکرم. قرار است از شما فیلم پارادیس اینجا اکران بشه، درست؟ بله، مثل این که تقریبا یه 20 دقیقه نیم ساعت دیگه قرار نمایش داده بشه. خب در مورد حال هوای این فیلم بفرمایید. این فیلم ظاهرا سال 94 ساخته شده و 96 اکران شده به طور عمومی در ایران. یه 2 سال فاصله بوده. چرا؟ مشکلی چی بود؟ نه، هنوز اکران نشده. اکران عمومی نشده در ایران؟ نه. این فیلم حدود 4 یا 5 سال پیش توی آلمان و اسپانیا و ایران ساخته شد و به واسطه یه مضمونی که داشت هنوز مجوز نمایش تو ایران نگرفته. البته مجوز نمایش نگرفته، این اواخر یکی دو ماه پیش پرمیت مجوز نمایشش رو دادن توی ایران، ولی هنوز به نمایش عمومی در نیامده. دلیلش هم به خاطر حساسیت هایی بود که فیلم داشت از به واسطه مسائل مذهبی و مسائل سیاسی که توی فیلم مطرح میشه. یه خورده که خب نه، 4-5 سال تقریبا این فیلم توقیف بود و هنوز امکان نمایش پیدا نکرده. امیدواریم که حالا، چون این تقریبا 2 هفته قبل از اینکه من بیام فستیوال شما نامه ای از دادسرا اومد که طبق اون ما مشکل من حداقل به عنوان تهیه کننده و کارگردان رفع شده بود و گفتن که اجازه میدیم که اکران بشه و این نمایشی هم که الان توی فستیوال شماست بعد از فکر میکنم 4 سال که اون اوائل که فیلم ساخته بودیم تو 2-3 تا فستیوال بود، دیگه اجازه حضور توی هیچ فستیوالی رو نداشت و الان دوباره بعد از 3-4 سال قراره که امروز با مردم ایرانی فیلمو ببینم و خیلی هم دلم تنگ شده که فیلم پارادایس رو با مردم ایرانی ببینم، چون الان 4 سال. ببین خیلیه، تو 4 سال از فیلمی که ساختی گذشته و هنوز ریاکشن مردم تو ندیده باشی. یعنی که این اجازه رو نداشتید حتی این فیلمو در جشنواره خارج از ایران نمایش بدی؟ قطعا همینطوره. تو ایران وقتی یک فیلمی مجوز نمایش پیدا نکنه یا به هر دلیلی اجازه نمایش نداشته باشه، هیچ جای دنیا این اجازه نداره، نه توی ایران نه خارج از ایران، و اجازه این که فیلم تو فستیوال‌های خارج از کشور نمایش داده بشه رو هم نمیده. خب در خلاصه این فیلم آنچه که آمده خیلی فیلم کمتر شاید حساسیت برانگیز باشه نسبت به فیلمی مثل مارمولک. چطور پس مارمولک اکران شدی نشد؟ روز، حالا این نمیدونم من اینجا باید بگم نه، روز اولی که فیلمو توی ارشاد دیدن اتفاقا اون دوستانی که فیلمو دیدن همه بلند شدن گفتن وای دوباره قضیه مارمولک و باید کمیته بحران تشکیل بشه و خیلی فیلمو همه دارن به اون تشبیه میکنن، چون البته این بیشتر به واسطه حضور چند تا روحانی توی فیلم هست. ولی من خودم هم قبول دارم که فیلم یه سری خط قرمزها رو سعی کرده حداقل بهش نزدیک بشه و به نظرم حتی میشه گفت از فیلم مارمولک هم یه چیزهای بیشتر حتی توش گفته شده. حالا چون مارمولک به هر حال یک، نمیدونم یادتون هست، یه کاراکتری بود که روحانی نبود و این توی لباس روحانیت قرار میگیره و یک سری کارهای اشتباهی میکرد، حالا همش هم نه، یه سری کارها میکرد که در شأن روحانی نبود و اون کاراکتر روحانی نبود خودش. توی این فیلم ما 2-3 کاراکتر روحانی داریم که توی اون موقعیت قرار میگیرن. البته ما سعی کردیم به هیچ کسی هم هیچ اهانتی نشه تو فیلم، یه کمدی خیلی انتقادی باشه. حالا شما ندیدین فیلمو؟ نه متاسفانه قرار هست الان در خدمت شما باشیم و ببینیم. و اینکه خب حالا چرا فیلمی انتخاب کردین، موضوع انتخاب کردین که اینقدر حساسیت برانگیز باشه و سخت باشه نمایشش؟ چون شما قبلا فیلم تلفن همراه آقای رئیس جمهور رو ساختین، هنوز اکران نشده یا شد؟ در اون شد، اونم یه چند سالی توقیف بود بعد اکران شد. و اینکه میگی چرا این موضوع رو انتخاب میکنی، به هر حال همیشه سعی میکنم فیلمایی که مثلا فیلم خونسا نباشه، یعنی یه حرفی برای گفتن داشته باشه. همون تلفن همراه رئیس جمهوری هم که میگید، زمان اون رئیس جمهور معروفمون بود که همه انتقادا به اون بود و شخص خودش جلو فیلمو گرفت. الانم من توی موقعی که این فیلمو ساختم 4 سال پیش احساس کردم که واقعا حرف مردمه. حالا فیلمو ببینی متوجه میشی راجع به صفحات مجازی، روحانیت، مسائل سیاسی امروز و خیلی حرفای مهمی توی فیلم زده میشه. تو هر مقطعی سعی میکنم اون چیزی که مردم دوست دارن و یه چیزی باشه که خونسا نباشه رو بسازم. اتفاقا در توضیحات خودتون من خوندم که شما گفتین که این فیلم اتفاقا دفاع از اعتقادات مذهبیه و تبلیغ مذهب به نوعی. پس چرا مخالفت میکنن در ایران باش؟
خب ببین هر کسی از زاویه دید خودش نگاه میکنه دیگه، اونا از زاویه دید خودشون نگاه میکنن. من واقعا هدفم این نبود، یعنی هدفم این نبود که بخوام کسی رو بهش توهین بکنم. اگه کسی انتقادی هم تو این فیلم هست، انتقاد سازنده است. یعنی اگه کی گفته به روحانیت نمیشه انتقاد کرد؟ خود روحانیت هم خیلی هاشون، خیلی از بزرگانشون میگن که آره از ما میتونید انتقاد کنید. چرا فکر میکنن که ما نباید ازشون انتقاد کنیم؟ و خودشون هم بر این باورن که باید انتقاد بکنیم. حالا تو این فیلم ما یه سری انتقاد درست و به جا کردیم و اتفاقا تمام اینا رو من توی مراکز اون جاهایی که خواستن منو رفتم و اومدم و همه رو توضیح دادم. من حتی چندین جایی که بازپرسی و بازجویی شدم همه اینا رو توضیح دادم که هر آن چیزی که تو فیلم اتفاق میفته. من حتی وقتی داشتیم فیلم نوار مینوشتیم، دو سه تا روحانی مشاور من بودن تو نوشتن فیلم نامه. یعنی از خودشون، من که نه شرایط اونا رو بلدم نه اونجا زندگی کردم توی حوزه علمیه، سعی کردم دو کسایی بیان اونجا که تو نوشتن به من کمک کنن که خودشون تو اون فضا بوده باشن. ولی با این حال خب میدونی که یه حساسیت هایی هست وقتی تو ببین تو فیلمت تو ایران وقتی که حرف سیاسی و مذهبی نزنی، هر چی دیگه میخوای بگی بگو، حرف زش بزن، اصلا فیلمت خوب نه. ولی وقتی که حرف مذهبی میزنی و حرف سیاسی میزنی بیشتر حساس میشن روی فیلمت. این ایرادی هم نداره، ولی خب ایرادش زمانی متبلور میشه که 4 سال یک سرمایه میخوابه مثل این فیلم و 4 سال طول میکشه تا طرفین به این توافقه برسن که بابا چیزی نیست، اینم یه فیلم مثل همه فیلم هایی سری نقد کرده و نقدش هم سازنده بود. حالا در نهایت این اتفاقات و این توقیف ها باعث شده که شما روند کارتون رو تغییر بدین، به سراغ موضوعات دیگه برید، چون من میدونم که تهیه کنندگی فیلم هایی رو در هالیوود هم بر عهده دارین. دومین فیلمتون رو در هالیوود فکر میکنم شما شروع کردید کارش رو، درسته؟ این باعث شده که تغییر بدید موضوعات رو یا نه همچنان روند خودتون خواهید داشت؟ نه، ما چی میگن، میگن پوست کلفت‌تر از این حرفه. نه، اون فیلمی هم که 2 سال پیش تو هالیوود ساختم، اونو خودم کارگردانی کردم، تهیه کننده نبودم اون فیلم اول رو. اونم موضوعش موضوع کاملا سیاسیه، یعنی راجبه، حالا اگه بخوام خیلی مختصر بگم چون جذابیت ممکنه داشته باشه، راجبه یه دختر پسر ایرانیه، ایرانی و آمریکاییه، یه پسر ایرانی یه دختر آمریکایی که اینو توی ایالات متحده با هم ازدواج کردن. پسر پدرش یکی از تندروهای مذهبی ایرانه که میگه مرگ بر آمریکا. دختره پدرش یکی از سناتورای جمهوری خواهه که گفت میگه مرگ بر ایران و اصلا باید ایران از دوست صفحه روزگار محو. این دوتا بدون اینکه به خانوادهشون بگن با هم ازدواج کردن. این به پدرش گفته که پدر دختر همبرگر فروش تو آمریکا. اینم به پدرش گفته که پدر این مزرعه پسته داره. حالا یه اتفاق میفته، این دوتا پدر با هم روبرو میشن. یعنی باز هم اون تم سیاسی، اون انتقادات سیاسی توش هست. حالا ببینیم انشاءالله اون براش مشکل بشه. خیلی متشکرم، امیدوار هستیم که اوقات خوبی داشته باشین درتون و ما شما اینجا بیشتر ببینیم. زنده باشید. منم خیلی ممنونم. اتفاقا به نظرم توی این فستیوال های ایرانی که توی مدت دیدم، فستیوال شما فستیوال خیلی منظمی بود و امیدوارم که کمک بشه که این نوع فستیوال ها که بیشتر باعث میشه بچه‌هایی که دور از ایران هستن بیشتر یاد ایران باشن، فرهنگ حداقل فرهنگ ایرانی رو با فیلم ها بتونن باهاش نزدیک بکنن، بیشتر براشون موقعیت فراهم بشه و امیدوارم که توی این مسیری که داریم میرین هر روز موفق تر بشین.